چرا هر تولید کننده محتوا نیاز به این داره که یک هدفون مانیتورینگ داشته باشه سلام به با شما دوستان عزیزم خیلی خوش آمدید به این ویدیو موضوع بحث کاملا مشخصه اینکه با هم در مورد این صحبت بکنیم که هدفون مانیتورینگ چی هست حالا ممکنه بعضی از دوستان ندونن توضیح میدم و اینکه چرا هر تولید کننده محتوایی که به هر نحوی با صدا سر کار داره باید یه دونه هدفون مانیتورینگ توی بساتش داشته باشه ولو شده ارزون قیمت هدفون مانیتورینگ بازار ولی بعد داشته باشم و اما بریم سراغ این که اصلا هدفون مانیتورینگ چی هست خب میدونیم دیگه هدفون و صدا و اینا الان در مورد صدا هست بحثمون اما میخوام با یک مثالی از دنیای تصویر این بحث رو جا بندازم زمانی که ما یک ویدیویی رو میخوایم اصلاح رنگ و کالر گریدینگ بکنیم اسمش شد اصلاح رنگ یعنی یک ویدیو با شکل و شمایل استاندارد از نظر رنگ و نور باید داشته باشیم رکن اساسیش چیه؟ اون پایه ترین اصل اصلاح رنگ یک ویدیو میدونید چیه؟ اینکه بتونیم درست ویدیو رو ببینیم که در موردش قضاوت درستی داشته باشیم مثلا یک تلویزیونی سیاه و سفید بذارن جلوی من بگن این ویدیو رو از نظر رنگ اصلاح رنگش کن بعد من میگم شوخی میکنی ما رو گرفتی جدی میفرمایید خب من رنگی رو نمیبینم که بخوام اصلاح رنگ بکنم داستان دقیقا همینه ما باید بتونیم تصویر رو درست ببینیم که بتونیم اصلاح رنگش بکنیم به همین دلیل توی کارخونه های مانیتور سازی یک لاینی وجود داره از مانیتور هایی که برای کارهای کالر کریتیکال طراحی شدن هدف اصلی این مانیتور ها هدف اصلی طراحیشون اینه که اون مانیتور بتونه رنگ های دقیق و صادقانه ای رو به من نشون بده این دوتا ویژگی بسیار مهمه دقت و صداقت تصویر و همین دلیل من وقتی که تصویر رو ببینم میتونم مطمئن باشم که این چیزی که داره به من نشون میده مانیتور دقیقا همون تصویریه که اون فایل در دل خودش داره دیتا های فایل همونیه که الان داره به من نشون داده میشه مثلا اینطوری نباشه که من یک آسمونی رو ببینم توی تصویرم حالا مثلا ویدیو یک منظره است آسمونش آبیه ولی اون فایل یه آبی دیگه ای رو داره تلاش میکنه به من نشون بده یک طیف دیگه ای از آبی رو داره تلاش میکنه به من نشون بده اما مانیتور نمیتونه به من درست نشونش بده این مثالی هست از دنیای تصویر که ما به دستگاههایی به مانیتورهایی احتیاج داریم که تصویر صادقانه ای به ما بدن و برای همین کار طراحی شده باشن بیایم در مورد دنیای صدا همین برای صدا هم صدق میکنه من کی میتونم یک صدا رو درست پردازش بکنم زمانی که درست بتونم بشنومش زمانی که بتونم هدفون یا اسپیکری داشته باشم که صدا رو به من همون دوتا ویژگی صادقانه و دقیق بتونه برای من صدا رو پلی بکنه و اینجاست که هدفون های مانیتورینگ به دنیا اومدن و اصلا هدف اصلی و اساسی ساخت هدفون های مانیتورینگ همینه دقت و صداقت توی صدا پس فکر نمی کنم خیلی دیگه نیاز باشه بگم چرا ما نیازه که هدفون مانیتورینگ رو بخریم برای اینکه بدونیم اون صدایی که داره برامون پلی میشه همونی هست که تو فایلش هست یعنی من اینطوری نباشه که یه صدایی رو دارم گوش میکنم این بیسش زیاده احساس کنم من باید بیسش رو کم بکنم ولی مطمئن نباشم که آقا این بیسی که زیاده مشکل از هدفون مشکل از چیه یک هدفونی من میخوام که دقیقا همون چیزی که هست رو به من نشون بدم حالا الان میخوام توی بخش دوم ویدیو مقایسه ای انجام بدم بین هدفون های مانیتورینگ و هدفون های عادی که اگر شما خواستید برید توی بازار چند میلیون تومان پول خرج بکنید و یه حالا یه هدفون مانیتوری رو مانیتورینگ رو بخرید با خیال راحت این خرج رو انجام بدید چون میخوام تفاوت هاش رو برای شما بگم که بدونید برای چی دارید پول بیشتری میدید اول در مورد کیفیت صدا هدفون مانیتورینگ چه دیدگاهی داره نسبت به کیفیت صدا هدفون های عادی چه دیدگاهی دارن نسبت به کیفیت صدا توی هدفون عادی کیفیت اینجوری تعبیر میشه که برای من هدفون عادی تجربه بهتر و لذت بخش کاربر از اون چیزی که داره میشنوه مهمه من یک هدفون عادی میخرم که باهاش موسیقی گوش بکنم خیلی حالا برام م... مثلا مهم نیست اون میزان بیس موسیقی چقدر زیاد باشه یه مقدار زیاد باشه یا یه مقدار بیشتر از یه مقدار زیاد باشه اون دقت خیلی برام مهم نیست مهم اون لذتیه که من از گوش دادن به موسیقی میخوام ببرم اما توی هدفون مانیتورینگ بحث لذت نیست بحث صداقته بنابراین صدایی که به ما نشون میدن هدفون های مانیتورینگ دقیقه و خونسایه خونسایه یعنی فرکانس هایی که هدفون مانیتورینگ برای ما پخش میکنه کاملا فلته چیزی رو بیشتر یا چیزی رو کمتر از حدی که توی فایل وجود داره به ما نشون نمیده در مورد تفاوت دوم بخوام صحبت بکنم چیزی هست به نام فریکونسی ریسپانس یا پاسخ فرکانسی پاسخ فرکانسی چیه؟ توضیح گوش ما انسان ها توانایی توانای این رو داره که صداهایی رو بشنوه در محدوده فرکانسی 20 هرتز تا 20 هزار هرتز یا همون 20 کیلو هرتز این محدوده میشه محدوده شنوایی ما و هر چیزی تو اینجا تو این فاصله باشه ما میتونیم بشنویم از 20 هرتز کمتر رو نمیشنویم از 20 کیلو بیشتر رو هم باز نمیشنویم حالا یه نکته بگم ربطی به موضوعمون نداره ولی خب جالبه که بدونید این 20 هرتز تا 20 کیلو هرتز محدوده آرمانی شنوایی ما انسان ها هست که معمولا همه نمیتونن باز تو این محدوده بشه یه مقداری محدودتره یعنی بنابراین اگر شما یک صدای 20 هرتزی رو دیدید داره پلی میشه و نشنیدید نترسید مشکلی وجود نداره در حالت آرمانی ممکنه 20 هرتز رو بشنوید و از اون طرف هم همینطور و نکته جالب دیگه هم اینه که آدما به مرور که سنشون بیشتر میشه باز هم محدوده کوچیک و کوچیک‌تر میشه پس محدودش نوایی ما اینه حالا هدفون مانیتورینگ استراتژیش رو بر این اساس گذاشته که من باید بتونم این محدوده شنوایی انسان رو کاور کنم یعنی اگر صدایی در من پلی شد که 20 هرس بود اون درایورهای من بتونه اون 20 هرس رو پخش بکنه اگر صدایی در من پلی شد که 20 کیلو هرس بود بازم درایورهای من بتونه اون رو پلی بکنه به این میگن فریکونسی ریسپانس که اون هدفون چه میزان از این محدوده شنوایی ما رو میتونه پلی بکنه در طرف مقابل توی هدفون های معمولی آیا فرکانسی ریسپانس خیلی بالا مهمه یعنی عین 20 هرتز تا 20 کیلو هرتز رو نیازی که بتونن پلی بدن پلی کنن نه واقعا چه نیازیه شما به عنوان یک گیمر واقعا براتون مهمه که یک فرکانس 30 هرتزی از تو هدفونتون پخش بشه یا مثلا یک فرکانس 19 کیلو هرسی؟ به کجای کار گیمینگ شما میاد چون ببینید هر چقدر پاسخ فرکانسی بزرگتر باشه پولی که باید شما بدید بیشتره دیگه بنابراین کسی که مثلا میاد هدفون گیمینگ طراحی میکنه کلی خرج LED و ظاهر و اون ارگونومیک بودن هدفون میکنه که رو کله شما خسته نشه اینا خب پول میره بابتش دیگه الکی که نیست شما پولش رو باید بدی میگه من از کجا بزنم که خیلی هم نسیخ بسوزه نکبا پاسخ فرکانسی رو محدودتر میکنم اون درایوری که استفاده میکنم درایور بی کیفیت تری هست کسی نمیفهمه که اون گیمر اصلا این چیزا براش مهم نیست یا اون کسی که موسیقی گوش میده میخواد موسیقیشو گوش بده حالشو ببره اصلا براش مهم نیست که حالا مثلا یک بیس چهل هرتسی میشنوه یا نه اون بیس بشنوه لذتشو برده پس توی هدفون های عادی پاسخ فرکانسی حالا همچین گسترده و عریزم نبود نبود تفاوت دیگه ای که وجود داره در مورد آمپدانس هدفون هست اگه من بخوام خیلی 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 ساده و تا حدی هم غیر علمی در مورد آمپدانس صحبت بکنم آمپدانس چیه؟ ببین هر هدفونی برای اینکه درایو بشه یا اینطور بگم صداش در بیاد نیاز به یک میزانی از انرژی داره یعنی ما یک ولتاژ خاصی رو یک میزان توان و قدرتی رو باید از طریق همون سیم هدفون بهش بدیم که بتونه صداش رو پلی بکنه هدفون های مختلف با همدیگه متفاوتن توی اون میزان قدرتی که برای روشن شدن و برای پلی کردن صدا احتیاج دارن ما به این میگیم آمپدانس هدفون هایی هستند که نیاز به قدرت خیلی بالایی دارن برای اینکه بتونن درایو بشن هدفون هایی هم هستن که نه با قدرت کمتر با انرژی کمتر میتونن درایو بشن تفاوت هدفون های مانیتورینگ و هدفون های معمولی اینه معمولا هدفون های مانیتورینگ آمپدانس بالاتری دارن نیاز به قدرت بیشتری برای درایو شدن دارن در مقابل هدفون های معمولی نه آمپدانس پایینتری دارن تو پرانتز آمپدانس واحدش اهم هست مثلا ما میگیم فلان هدفون 250 اهمه که عدد بالاییه مثلا این هدفون فکر میکنم بیر داینامیک فکر که نمیکنم جلو چشمه دیگه بیر داینامیک دی دی 770 پرو ورژن 250 پنج اهمیش هست که عدد بالاییه مثلا ما هدفونهایی داریم که 600 اهمه شما به یک دستگاه خیلی قوی احتیاج دارید که بتونه اون هدفون رو درایو بکنه در مقابل هدفونهای معمولی با مثلا یه موبایل هم با جک سونی میلیمتری موبایل هم که توان خیلی کمی داره میتونن درایو بشن پس این هم از آمپدانس موضوع بعدی در مورد کاربردشون هست که حالا دیگه نیازی نیست خیلی صحبت بکنم دیگه کاربرد های مانیتورینگ توی صنعت موسیقیه توی میکس و مستره توی پادکسته و توی هر چیزی که ماهیت حرفه ای داره هست هدفون های عادی باهاش موسیقی گوش میدن باهاش گیم میزنن باهاش با تلفن صحبت میکنن کاربرد های عادی و روزمره داره مثلا شما اینطوری ای نخواهد بود که بخوای بازی بکنی بعد بری باهاش هدفون مانیتورینگ بخری البته که من خودم با هدفون مانیتورینگ هم بازی میکنم ولی خب برای این کار طراحی نشده و در نهایت تفاوت آخری که با همدیگه دارن بابت پولی هست که شما باید پرداخت بکنید هتفون های مانیتورینگ بسیار ارزون قیمتی هم وجود دارن توی بازار حتما یه چکی بکنید سایت هایی که به صورت اختصاصی لوازم موسیقی رو میفروشن میتونه مرجع خیلی خوبی باشه برای شما ولی از اون طرف ما هتفون های مانیتورینگ بسیار, بسیار بسیار گرون قیمتی رو هم داریم که اون روند قیمتی و محدوده قیمتیش از هدفون های عادی که برای موسیقی یا برای گیمینگ طراحی شدن بسیار بسیار بیشتر هست به خاطر اینکه استفاده حرفه تری هم ازشون میشه شما از هدفون گیمینگتون یا از هدفون موسیقیتون پول در نمیارید ولی هدفون مانیتورینگ میخرید باهاش یه آهنگی رو میکس و مستر میکنید پول در میارید پادکست ضبط میکنید پول در میاری مثلا دوره ای ضبط میکنی پول در میاری پس دلیل قیمت بالاش رو همینجوری میتونید توجیح بکنید این کل چیزی بود که آها یه نکته یه نکته نکته آخر که بدیهی هم هست واقعا نیازی نیست بگم آیا نیاز هست که کتفون مانیتورینگ بخرم جواب اگر به هر دلیلی در تولید محتوای خودتون با صدا سر و کار دارید و بعدا اون صدا رو قرار هست پردازش بکنید و بهتر بکنید اون صدا رو قطع به یقین شما به یک هدفون مانیتورینگ احتیاج دارید این کل چیزی بود که میخواستم بگم اگر سوالی انتقادی پیشنهادی دارید حتما توی قسمت کامنت ها برام بنویسید تمام کامنت ها رو میخونم و به همشون تا جای ممکن جواب میدم موفق باشید